خب تو این فیلم با نکاتی راجع به معادله شیمیایی و شرایط انجام واکنش در خدمتتون هستم. خب کلا از سالهای قبل شما خوندین که تغییر مواد به دو صورت فیزیکی و شیمیایی تعریف میشه. تغییر فیزیکی تعریف شده قبلا برای شما که تو این تغییر مواد تغییر نمی کنن، فقط حالت ماده عوض میشه. مثلا تبخیر یه تغییر فیزیکیه که تو اون آب از حالت مایع به حالت بخار تبدیل میشه. دقت کنید فقط حالت ماده عوض شده و نوع ذرات ماده که همون آب یا H2O باشه تغییر نداره. اما توی تغییر شیمیایی اصلا مواد عوض میشن و مواد جدیدی تولید میشن. یعنی چیزی که اول فرایند بوده با چیزی که بعد از واکنش من دارم متفاوته. خب اینو میخونیم با هم که تغییر شیمیایی تغییری است که در آن ساختار و ماهیت مواد تغییر میکند و از یک یا چند ماده شیمیایی ماده یا مواد تازه‌ای تولید میشود. هر تغییر شیمیایی میتواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد که هر یک از آنها را با یک معادله نشان میدهند. در این معادله واکنش دهنده ها در سمت چپ و فرآورده ها در سمت راست نوشته میشوند. دقت کنید بچه ها، تو معادله که می نویسیم موادی که سمت چپ نوشته میشن بهش میگن واکنش دهنده و سمت راستی ها رو بهش میگن فرآورده واکنش. خب به عنوان مثال سوختن کربن را به صورت زیر نمایش میدهند. خب ببینید معادله کلن دو نوعه از نظر ساختاری که الان توضیح میدم برای شما. معادله نوشتاری که فقط تو این معادله شما اسم ماده رو می نویسی. ببینید کربن به اضافه اکسیژن میدهد کربن دی اکسید. فقط اسم مواد نوشته میشه، در حالی که این معادله یه جور دیگه میتونه نوشته بشه، معادله نمادی. خب تو معادله نمادی بچه‌ها نماد یا فرمول شیمیایی هر کدوم از این مواد رو مینویسم. کربن خب نمادش سیه، داخل پرانتز حالت فیزیکیش هم مینویسم، کربن جامده، داخل پرانتز اسم مینویسم که نشون دهنده حالت جامدشه. به اضافه اکسیژن، اکسیژن فرمولش O2ه، حالتش هم گازه، داخل پرانتز جی قرار میدم، نشون دهنده حالت گاز اکسیژنه. خب اونور معادله توی فرآورده بچه ها کربن دی اکسید دارم، پس فرمول کربن دی اکسید CO2 رو مینویسم، حالتش هم گازه، داخل پرانتز جیو قرار میدم. خب پس خلاصه مطلب این که در معادله نوشتاری تنها نام واکنش دهنده و فرآورده نوشته میشود، اما معادله نمادی، تو معادله نمادی من توضیح دادم، افزون بر نمایش فرمول شیمیایی واکنش دهنده و فرآورده ها، حالت فیزیکی آنها و اطلاعاتی درباره شرایط واکنش ارائه میکنه. خب حالت فیزیکی واکنش دهنده و فرآورده ها به چه شکلیه؟ خب S به معنی این که ماده شما به حالت جامده، L نشون دهنده اینه که ماده به حالت مایع بوده، و اگه جی دیدم یعنی ماده به حالت گازه. خب AQ یعنی این که محلول آبی، یعنی این ماده شما تو آب حل شده و به حالت محلول در اومده. نکته مهم در معادله واکنش، رسوب حالت جامد داره، یعنی اگه توی معادله به شما گفت یک ماده رسوب کرده یا به حالت رسوبه، شما همون حالت جامد براش در نظر میگیرین و اس رو قرار میدین. مذاب حالت مایع رو داره و بخار هم حالت گاز رو براش در نظر میگیرن. خب و اما شرایط لازم برای انجام واکنش. خب نگاه کنید تو این جدول، این سمت جدول نمادهایی رو من اینجا می نویسم، معنیشو اون ور جدول من تعریف میکنم. خب این فلش نشون دهنده این چیه تو معادله؟ فلش یعنی این که اون واکنش دهنده شما دارن تبدیل میشن به یه سری فرآورده. پس فلش معنیش اینه تولید میکند یا میدهد، یعنی این واکنش دهنده های من تبدیل به یه سری فرآورده میشن یا اون فرآورده ها رو تولید میکنن. خب حالا اگه روی فلش بچه ها نماد دلتا دیدی، این به چه معنیه؟ دلتا یعنی این که این واکنش نیاز به گرما داره که انجام بشه، پس معنیه این نماد میشه واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش میدهند. خب روی این فلش نوشتم 20 اتمسفر. خب اتمسفر بلدیم که واحد فشاره، این داره نشون میده فشاری که واکنش تو اون فشار داره انجام میشه چنده، که اینجا 20 اتمسفره. خب
معنی این نماد میشه واکنش در فشار 20 اتمسفر انجام میشن. خب روی نماد بعدی نوشتم 1200 درجه سانتیگراد. خب درجه سانتیگراد یا درجه سلسیوس نمادیه که شما دمایی که واکنش مورد نظر داره انجام میشه رو میتونی متوجه بشی. پس تعریف این نماد میشه واکنش در دمای 1200 درجه سلسیوس انجام میشود. و اما نماد آخری که تقریبا از همه شون هم مهمتره فلشیه که روش نوشتم پی دی، حالتش هم اس. دقت کنید پی دی خب نماد پالادیومه که یه عنصره. هر مادهی که روی فلش نوشته میشه نشون دهنده اینه که این ماده کاتالیزگر اون واکنشه. خب شما از سالهای قبل خوندین کاتالیزگر مادهیه که سرعت واکنشو زیاد میکنه ولی خودش تو واکنش مصرف نمیشه. این نماد الان نشون دهنده اینه که پالادیوم واکنشی که حالا مد نظر ما رو داره کاتالیز میکنه. پس معنی این نماد میشه بر انجام واکنش از فلز پالادیوم به عنوان کاتالیزگر استفاده میشود.